متی فصل 21. وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی‌های اورشلیم و به دهکده بتفاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت: به دهکده مقابل بروید. نزدیک دروازه آن الاغی را با کرش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید. و به این وسیله پیشگویی پیغمبر تمام شد که می فرماید: به دختر سعیون بگویید اینک پادشاه تو است که بر الاغ نشسته و بر کره چارپای سوار است و با شکستگی نزد تو می آید. آن دو شاگرد رفتند و آنچه به آنها گفته شده بود انجام دادند و آن الاغ و کرهش را آوردند و آن گالباس‌های خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با لباس‌های خود فرش کردند و بعضی شاخه‌های درختان را می‌بریدند و در راه می‌گسترانیدند. آنگاه جمعیتی که پیش روی می‌رفتند و آنها که از عقب می آمدند فریاد می زدند و می گفتند: مبارک باد پسر داوود، فرخنده باد آن کسی که به نام خداوند بیاید، خدای متعال او را مبارک سازد. همین که عیسی داخل اورشلیم شد، تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عده‌ای می پرسیدند: این شخص کیست؟ جمعیت جواب می دادند: این عیسی پیامبر است که از ناصر جلیل آمده است. آنگاه عیسی به داخل خانه خدا رفت و همه کسانی را که در خانه خدا به خرید و فروش مشغول بودند بیرون راند. او میزهای صرافان و جایگاه های کبوتر فروشان را چپه کرد و به آنان گفت: نوشته شده است خانه من جای عبادت خوانده خواهد شد، اما شما آن را لانه دزدان ساخته اید. نابینایان و شلان در خانه خدا به نزد او آمدند و او آنها را شفا داد. سران کاهنان و ملایان یهود وقتی معجزات بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند، خشمگین شدند که کودکان در خانه خدا فریاد می زدند: مبارک باد پسر داوود. آنها از عیسی پرسیدند: آیا می شنوی اینها چی می گویند؟ عیسی جواب داد: بله می شنوم، مگر نخوانده اید که کودکان و شیرخوارگان را می آموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازد؟ آنگاه آنان را ترک کرد و از شهر خارج شد و به بیت انیا رفت و شب را در آنجا گذرانید. صبح روز بعد وقتی عیسی به شهر برگشت، گرسنه شد و در کنار جاده درخت انجیری دیده به طرف آن رفت، اما جز برگ چیزی در آن نیافت. پس آن درخت را خطاب کرده فرمود: تو دیگر هرگز ثمر نخواهی آورد. و آن درخت در همان لحظه خشک شد. شاگردان از دیدن آن تعجب کرده پرسیدند: چرا این درخت به این زودی خشک شد؟ عیسی در جواب به آنان گفت: به یقین بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها قادر خواهید بود آنچرا که نسبت به این درخت انجام شد انجام دهید، بلکه اگر به این کوه بگویید که از جای خود کنده و به دریا پرتاب شود، چنین خواهد شد. و هرچه با ایمان در دعا طلب کنید خواهید یافت. عیسی داخل خانه خدا شد و به تعلیم مردم پرداخت. سران کاهنان و کلانها نزد او آمده پرسیدند: با چی اجازه دست به چنین کارهایی میزنی و کی این اختیار را به تو داده است؟ عیسی در جواب با آنها گفت: من نیز از شما سوال میکنم. اگر به آن جواب بدهید، من هم به شما خواهم گفت که با چه اجازه این کارها را میکنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود و یا از جانب انسان؟ بر سر این موضوع در میان آنها بحثی در گرفت.
می گفتند. اگر بگویم از جانب خداست، او خواهد گفت که چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگویم از جانب انسان است، از مردم می ترسیم، زیرا همه یحیی را یک پیامبر می دانند. از این رو در جواب عیسی گفتند، ما نمی دانیم. عیسی فرمود، پس من هم به شما نخواهم گفت که با چه اجازه این کارها را می کنم. عقیده شما در این خصوص چیست؟ شخص دو پسر داشت. او نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت، پسرم، امروز به تاکستان برو و در آنجا کار کن. آن پسر جواب داد، من نمی روم. اما بعد پشیمان شد و رفت. آنگاه پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت. او جواب داد، به چشم صاحب، اما هرگز نرفت. کدام یک از این دو نفر مطابق خواهش پدر رفتار کرد؟ گفتند، اولی. پس عیسی جواب داد، بدانید که جزیه‌گیران و فاحشه‌ها قبل از شما به داخل پادشاهی خدا خواهند شد، زیرا یحیی آمد و راه صحیح زندگی را به شما نشان داد و شما سخنان او را باور نکردید، ولی جزیه‌گیران و فاحشه‌ها باور کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. به مثل دیگر گوش دهید. مالکی بود که تاکستان ساخت و دور آن دیوار کشید و در آن حوض چکند و یک برج دیدبانی هم برای آن ساخت. آنگاه آن را به دهقانان سپرد و خود به مسافرت رفت. هنگامی که موسم چیدن انگور رسید، خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا انگور را تحویل بگیرند. اما باغبانان خادمان او را گرفته یکی را لت و کوب کردند و دیگری را کشتند و سومی را سنگسار کردند. صاحب باغ بار دیگر عده بیشتری از خادمان خود را فرستاد. با آنان نیز به همان طور رفتار کردند. آخر پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت، آنان احترام پسرم را نگاه خواهند داشت. اما وقت باغبانان پسر را دیدند و یکدیگر گفتند، این وارث است، بیایید او را بکشیم و میراثش از ما شود. پس او را گرفته و از تاکستان بیرون انداخته و قتل رسانیدند. هنگامی که صاحب تاکستان بیاید، با باغبانان چه خواهد کرد؟ آنها جواب دادند، آن مردان شریر را به عقوبت شدید خواهد رسانید و تاکستان را به دست باغبانان دیگری می سپارد تا هر وقت موسم میوه برسد حصه او را بدهند. آنگاه عیسی به آنان فرمود، آیا تا اکنون در کلام خدا نخوانده اید؟ آن سنگ که معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. این کار خداوند است و به نظر ما عجیب می باشد. بنابراین به شما می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به امت داده خواهد شد که ثمرات شایسته به بار آورد. اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد، پارچه پارچه خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد، او را غبار خواهد ساخت. وقتی سران کاهنان و پیروان فرقه فریسی مثل‌های او را شنیدند، فهمیدند که عیسی به آنها اشاره می کند. آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما از مردمی که عیسی را پیامبر می دانستند